جناب شاهینفر. آپارتاید رو شاید لازم باشه، نمیدانم، برای بعضی از اقشار مردم ایران، هموطنانم، یه خورده مفصلتر، واضحتر تعریف کنیم. آپارتاید یعنی حکومت یک گروه اقلیت کوچک بر یک اکثریت وسیع و تحمیل نظریات اون گروه به اون اکثریت. این عملا در ایران ما در 43 سال گذشته رخ داد. در ایران ما هیچ کس مستثنی از این قانون آپارتاید نبود، چه شیعه، چه سنی، چه مسلمان، چه کافر، چه زن، چه مرد. منتها زنان جامعه ما دچار ستم مضاعف شدند به خاطر اینکه این آقایان اهل شریعت تنها چیزی رو که می دانستند و می توانستند به شدت اعمال کنند محدودیت پوشش زنان بود و این محدودیت رو تحمیل کردند به جامعه ایران. و خب مبارزه زنان ایرانی، مقاومت زنان ایرانی از همون آغاز در مقابل این اعمال زور مشاهده می شد. حتی 20 سال پیش من یه نظریاتی رسیدم و اون این که این حجاب تحمیلی اسلامی سبب شده که بسیاری از دختران ایرانی زیباترین و زنانه ترین و سکسی ترین مانتوها را حتی بپوشند. چرا؟ برای اینکه انسان میخواد خودش باشه، نمیتونه جزئی ترین مسائل زندگیشو اجازه بده که بهش دیکته بکنن. علی حال مسئله ایران و جامعه ایران تنها حجاب نبود، هزاران هزار مسئله دیگر در ایران وجود داشت و این مشکلات صف شده بود پشت سر هم و ذهن همه ایرانیان رو پر کرده بود. ما تصاویری دیدیم از ایرانیانی که از سطل زباله غذا برمی‌دارند. ما تصاویری دیدیم از ایرانیانی که در گور می‌خوابند. ما اخباری شنیدیم از خانواده‌های ایرانی که پشت بام کرایه کردند. این قوم و ملت، این جمعیت روحانی به هیچ وجه صلاحیت اداره نه مملکت بلکه یک شرکت کوچک رو هم نداشت، کما اینکه تمام شرکت ها، مؤسسات مالی، سرویس دهنده ها، شرکت های اقتصادی تولیدی، تمام اینها بدون استثنا به ورشکستگی کشیده شدند. کار به جایی رسید که رشد ملی این مملکت سالیان سال منفی شد. نتیجه منفی شدن رشد ملی، رشد اقتصاد سبب شد که نان از سفره‌های مردم زدوده بشه، گرسنگی جمعی به وجود بیاد، فقر جمعی به وجود بیاد. نگاه کنیم به این سالها و این اعتراضها که در آغاز حالا اینها کاری نمی توانستن بکنن جز اعمال سانسور که کسی حق حرف زدن نداشته باشه، به شدیدترین وضعی مردم رو خفه کنند. و برای اعمال سانسور می بایست که ترس رو غالب می کردن به جامعه، می گرفتن، می زدند، می کشتند، اعدام می کردن، شکنجه می کردن که مردم بترسن و دست بردارند از اعتراض، دست بردارند از انتقاد از دستگاه و دستگاه هر کاری که دلش میخواد بکنه. و این دستگاه آپارتاید وقتی نگاه میکنیم در این 43 سال گذشته میبینیم تمام مشاغل مهم مملکتی رو بین خودشون تقسیم کردن، بین ملاها، دوماتهاشون، برادرهاشون، برادرزنهاشون. یکی از این
رؤسای مملکتی، یکی از این وزرا، یکی از این مدیر کلها، یکی از این مدیر عاملها خارج از این محدوده نبود که همه اینها نالایق بودند، جز نوه خانی، جز به تکیه رفتن، کار دیگری بلد نبودن بکنند و مملکت رو به این روز نشاندن. کشته شدن مهسا اعدامه خط ترساندن مردم، بی اعتنایی به خواسته های مردم و نشان دادن خشونت به مردم بود که مهسا تبدیل شد به یک کبریتی که به بشکه باروت نزدیک شده باشه و مردم ایران تمام ناکامی هاشون رو به یاد آوردند، تمام عقب ماندگی ها، تمام بدبختی ها، ذلت ها رو به یاد آوردند و خواستند که جبران کنند، خواستند که معدوم کنند. امروز که دارم با شما حرف میزنم هفته دوم انقلاب ایرانی، ضمناً بزرگترین شاخصه امیدوار کننده این خیزش مردمی این است که به تاریخ‌های خیزش‌های مردمی نگاه کنیم. می‌بینیم این خیزش‌ها 10 سال به 10 سال بود، شد سال به سال، از سال به سال هم فاصله‌اش کمتر شد. از خیزش 40 به 41 دیگه 1 سال هم نبود، ولی فاصله 67 تا 78 و بعد 77 و بعد 88 10 سال و 11 سال بود. چرا؟ برای اینکه پیمانه صبر مردم تمام شد، اراده مردم منسجم شد. امروز میبینیم که در بزرگترین مراکز ایدئولوژی اسلامی مثل قم، مشهد، اصفهان مردم بلند شدند و مرگ بر رهبر میگویند. این رهبر همون رهبر معنوی بود، این همون رهبر دینی بود، این همون آیت الله بود. در حقیقت اون چی که در ایران داره رخ میده اسلام زدایی از جامعه ایرانه. این اسلام زدایی رو کسانی پرچمدارش هستند که همین اسلام بزرگترین مزیقه، بزرگترین تعینا رو براش به وجود آورده بود. زن دچار ستم مضاعف بود. اگر بینانی بود برای زن و مرد یکسان بود، اگر بیکاری بود همچنین، هر چیز دیگری، ولی برای زن مسئله پوشش و تحمیل این قوانین مندرآوردی، و این قوانین هم قوانین مندرآوردی بود، هیچ نوع اصالتی نداشت. این آقایان پیوسته شعارشون این بوده که جهانی بسازیم، جهان ناب محمدی. پیوسته طرز عملشون این بوده که ببینیم رسول خدا، ائمه اطهار چه کردن، ما هم همون کار رو بکنیم. خب ارتجاع که میگن اینه. آقای خامنه ای یادش بیفته که اگر مردم یاد 40 سال پیش میفتند اون ارتجاع نیست، تو که یاد 1400 سال پیش میفتی ارتجاعه و میخوای عمل کنی و میخوای زندگی کنی و این زندگی رو میخوای به یه ملت 80 میلیونی تحمیل کنی. این مردمی که این آقایون رهبرها، این حجت الاسلام ها، این وزرا، این نخست وزیرها، رئیس جمهورها که میخواستن بر اساس سنت پیغمبری زندگی کنن، هرگز به فکرشون نرسید که در زمان پیغمبر زنان پیغمبر، زنان ائمه اطهار چه پوششی داشتند. چرا؟ برای اینکه این فقه شیعه که به وسیله افرادی که از دنیا خبر ندارن و تمام توجهشون به آن سوی دنیاست آمدن توضیح المسائل هایی نوشتند که در این توضیح المسائل ها برای اینکه موجودیت خودشون رو به اثبات برسونن و
محکم کنند، ذره 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 این پوشش رو تحمیل کردند. همین توضیح المسائل ها. شما در هیچ جای قرآن که نمیبینید هیچی، در هیچ جای اخبار و روایات تاریخی زمان پیغمبر، زمان ائمه اطهار تا امام جعفر صادق رو من میتونم به شما نشان بدم. خود امام جعفر صادق رو ازش پرسیدن که یک زن اوریان اومده میخواد تو صف نماز بیسته، چه کارش کنیم؟ ایشون جواب دادن که اگر سر تا پا اوریانه نشسته نماز بخونه. همین، حتی حضرت نگفتن آقا یه چادرشو بکشید روش. شما کجای کارید؟ بگذارید. هرگز کسی هم در مقابل اینا بلند نشد که بگه آقا ما میخواییم مثل زنان پیغمبر لباس بپوشیم، به ما چی کار برید؟ این آقایونی که این لباس رو به این شکل طراحی کردن، تدوین کردن، بعد تحمیل کردن، چه کسانی هستن؟ همون کسانی هستند که در توضیح المسائلشون نزدیکی جنسی انسان با بز نر مرده رو نوشتن، بعد این رو فصل بندی کردند. بز ماده مرده، بز نر مرده، بز ماده زنده و بز نر زنده، و همچنین با الاغ، همچنین با شتر و با سایر حیوانات. اینها چنین جانورانی بودند که آمدند. حالا آقای دکتر با من میگن آقا مواظب کلماتت باش، ولی واقعا جهان داره تغییر میکنه، باید اینها رو مردم بدانند. اینها اینقدر آدمای ناآگاهی بودند. حالا همون مراکز دینی، همون مراکز ایدئولوژیک مردمش به پا خواستند. این خیلی معنی داره برای من. زنان ایرانی همونطور که با همه ما، نه من، همه ما، تمام کسانی که یک تریبونی در اختیارشون بوده در چند سال گذشته تکرار کردن و تکرار کردن که سردمدار اعتراضات ایرانی زنان ایرانی خواهند بود. این زنان ایرانی در فرهنگ ایرانی یک معنایی داره. زن در فرهنگ ایرانی بسیار بسیار معتبر بوده. این اسلام بوده که زن رو به این مذلت و بدبختی نشانده. من در از هزارهای گم شده تاریخ خودمون نمیتونیم سند و مدرکی نداریم ارائه بدیم که زن در جامعه چه احترامی داشته. اما زبانشناسی میتونه به کمک ما بیاد. شما فکرشو بکنید که یک جزء بدن زن اسمش هست زهدان. میدونید زهدان یعنی چی؟ یعنی محل تولید هستی. زه یعنی هسته، دانه، منشأ اولیه تولید خلق، خلاقیت. بعد تمام واژه های مربوط به زن اتصال پیدا کرده به حیات و ادامه حیات، مثل زایمان، زاییدن، خود زن، زندگی. اینا همه در یک ریشه هستن. بنابراین این زبان کهن فارسی میتونه استدلال قوی باشه برای ما که جامعه ایرانی و فرهنگ ایرانی در روزگاری که دچار مصیبت اسلام زدگی و فقیه زدگی نشده بود، برای زن احترامی قائل بوده. زن در جامعه ما مادر بوده. زن تولید کننده فردای این سرزمین بوده.
پرورش دهنده دلاوران بوده. ما هر افتخاری که داریم، هر انسانی رو که امروز بهش افتخار میکنیم، در دامن یک زن پروریده شد، از شکم یک زن بیرون آمد. زن رو در جامعه ایرانی به این مذلت نشاندند، به این درجه پایینش آوردند که مادر امروزی فرزندانی بزاد و تربیت کنه که اون فرزند هفتیر به کمرش ببنده، موتورسیکلت سوارشه و تو خیابونها وقتی بهش دستور میدن مردم رو بکشه و ندانه که داره چی کار میکنه. اینی که ما نتونیم بفهمیم صورت مسئله چیست، یا نخواهند دشمنان ما بفهمند که صورت مسئله چیست. شنیدم که در مجلس گفته شده بود که این مردم به منافع ملی دارن ضرر میزنن. تو موقعی که در صنایع فولاد 90 هزار میلیارد تومان اختلاس شد، این بانک ها در سالهای گذشته این میزان اختلاس کردند، این مؤسسات دولتی اون میزان های نجومی اختلاس کردند، اونا منافع ملی نبود و حالا یک سطل خاکروبه که برای جلوگیری از اثرات گاز اشکاور به آتش زده میشه، اموال ملی و منافع ملی شمرده میشه. این وقاحت داره در کشور من و شما به پایانش میرسه و من از این بابت غرق در نشاط و خوشحالی هستم. این جنبش مردمی ممکنه به نتیجه برسه، به آخر خط برسه و ممکنه نرسه، هیچ اشکالی نداره. روند جنبش های مردم ایران نشون میده که حرکت بعدی و بعدی وجود داره تا این گروه سرنگون بشن. فهمیدن صورت مسئله، این رو بدونیم هممون. بله، از مسئله حجاب، از کشته شدن یک دختر زیبا که مهمان شهر تهران بود شروع شد و خشم مردم رو برانگیخت، ولی این خشم پشت سرش مصائب و بدبختی های دیگری هم انباشته شده بود. حالا همه اینها سر در آورده. یا آقای اصلاح طلبی که در 20 سال گذشته جز استمرار همین مظلمه جمهوری اسلامی کار دیگری نکردن برای این ملت، اظهار نظر کرده که خیلی خوب، حالا بیایم گشت ارشاد جمع کنیم، حجاب رو آزاد کنیم، بذاریم مردم برن به خانه هاشون. عزیز من، حجاب جزئی از مطالبات مردم ایران امروز. مردم ایران، ایران رو میخوان. مردم ایران میخوان زندگی برباد رفته رو از تو پس بگیرن. مردم ایران میخوان از این به بعد فرزندانشون به دست تو کشته نشن. نکته ای که منو بسیار بسیار خوشحال میکنه این است که این بار دیدم که نهایت بلوغ فکری، نهایت هوشیاری در شعارها به نمایش گذاشته شده. دیگه این شعارهای قافیه دار بیمعنی و کجمعنی رخت بربسته، حالا دیگه شعار زن زندگی آزادی معنا داره، یک کلیتی رو در دل خودش داره. این شعار باید هم استمرار پیدا کنه و هم در تمامی ایران پیوسته تکرار شه. شعار ملت ایران امروز زن زندگی آزادی است. آقایانی که تو گوش سپاهی ها، ارتشی ها، بسیجی ها میخوانند که این عده مردم آمدند و امنیت ملی مملکت رو در خطر انداختند،
و اینقدر این حرف رو تکرار کردند که یه آدمی در این حال که مخالف دستگاه بود از یه جایی از ایران، از جنوب ایران به من تلفن کرده میگه آقا همه اینا درست، امنیت ملی چه میشه؟ امنیت ملی اونجا هایی به خطر افتاد که مردم نان از سفره‌هاشون زدوده شد. امنیت ملی اونجایی به خطر افتاد که مردم پول قبر مردگانشون رو نداشتند. امنیت ملی اونجا به خطر افتاد که مردم نمیدونستن که از خانه بیرون میرن زنده به خانه برمیگردن یا نه. امنیت ملی اونجا به خطر افتاد که تمام منافع ملی ما رو به باج از مرزهای این مملکت خارج کردند که بتونن تلویحاً یک پشتیبانی هایی در مجامع بین المللی بگیرن. این باجی که دولت ایران به روسیه داد، به چین داد، فقط برای این بود که یه رأی رو در سازمان ملل این طرف اون طرف به نفع خودش داشته باشی. امنیت ملی اونجاها به باد رفت، وگرنه یک ایرانی صاحب ایرانه. این صاحب ایران میتونه بیاد در خیابانهای ایران و فریاد بزنه و چیزی رو بخواد و چیزی رو نخواد. سر سوزنی، حضور جمعیت در شهرها، در خیابانها، متضاد با امنیت ملی نیست. این رو باید خوب خوب همه بدانیم. چه کسی این امنیت رو از مردم سلب کرد؟ شما فرمانروایان، شما حکومتگران. این مردم نان خودشون رو داشتند، این مردم آسایش خودشون رو داشتند، این مردم آزادی های فردی خودشون رو حداقل در خانه های خودشون داشتند. شما همه اینا رو از مردم سلب کردید، از امنیت حرف میزنید؟ یکی دیگر از مشکلات بزرگ مردم ایران که در بحثا، در گفتگوها میشد، این تکثر ملیتها و قومیتها بود که حالا ما مردمی که تقسیم شدیم به کرد و لور و بلوچ و ترک و نمیدونم این حرفا، چجوری میتونیم با هم دیگه متحد شیم؟ در این جنبش دیدیم که چگونه مردم فریاد، این مردمی که تو گوششون خونده میشد که کرد تجزیه طلبه، سالیان سال این رو در گوش مردم خونده بودن. امروز مردم سراسر مملکت فریاد زدن که کردستان چشم و چراغ ایران. اینا هوشیاری های مردم ایرانه، باعث خوشحالیه. هیچ چیزی بیشتر از این منو خوشحال نمی کنه که می بینم هموطنانم به یک پختگی فوق‌العاده‌ای رسیدند. و این بیچاره ها نمی دانند که خون رنگ شجاعته. با خون ریزی، با کشتن جوانان مردم، هرگز و هرگز نمیتونند سلب شجاعت بکنن از مردم. من دعوت نمی کنم مردم رو که برن جلوی گلوله. من مثل آقای خمینی نیستم، انقدر نادان نیستم که اعلامیه بدم خون بر شمشیر پیروز است. نه، مردم باید مراقب جان خودشون باشن. اما آقای هیئت حاکمه، تا به حال کشتی، دو سال پیش 1500 نفر رو به تیروار بستی و کشتی، دیدی نتیجه نداد؟ دیدی همون خون معنی شجاعت پیدا کرد؟ زمین شجاعت مردم رو آبیاری کرد؟ دیگه دوره شما آقایان سر آمده.
امروز من به آقای دکتر بنا داشتیم که راجع به زنان ایران، اقدامات زنان ایران و خدمات زنان ایران صحبت کنیم که آقای دکتر در بخش خودشون عیناً این صحبت رو ادامه میدن و میرن. اما من وظیفه خودم میدونستم که چارچوب این برنامه رو بشکنم و هم آوا باشم با همه ملت ایران و با همه ملت ایران هم صدایی کنم. یک نکته هم به شما بگم، من دو روز پیش که رفتم در میتینگ اورنج کانتی در ایرواین که من هم مثل دیگران هم صدایی بکنم و این جمعیت زیاد ایرانی رو دیدم، به یک فکر افتادم که اگر ما در تمام نقاط دنیا این جمعیت های 4-5 هزار نفره تشکیل بشیم و صدامون رو به جهانیان برسونیم، جزئی از وظایفمون رو انجام دادیم، ولی همه وظایفمون رو انجام ندادیم. هموطنان عزیزم، دوستان عزیزم، یادمون نره که نظام قبلی به دلیل استمرار اعتصابات، به خصوص اعتصاب شرکت نفت، با شکست مواجه شد و نتوانست دوام بیاره. اون اعتصابیون مجانی اعتصاب نکرده بودند، حقوق می گرفتند، هسته های متعددی وجود داشت، انجمن های متعددی وجود داشت که به اعتصابیون پول می رسوند، حقوق به اینها می داد. اینی که من میگم خودم مشاهده کردم، خودم دیدم در بازار تجریش، کسی که مرا میشناخت میدونست که 2-3 هزار کارگردم زیر دست منه، آمد به من نزدیک شد گفت اگر پول لازم دارید ما به شما بدیم برای کمک به اعتصابیون کار. گفتم نه آقا، من پول شما رو لازم ندارم. امروز اگر ما خودمون رو حداقل به مرحله 43 سال پیش نرسونیم، کوتاهی کردیم. عزیزان، هر کدوم از ما اگر پول یک لیوان قهوه رو در هفته نه در روز جمع کنی، در ماه میشه 10 دلار، 12 دلار. اگر هر کدوم ما این، من اهل پول گرفتن از دست کسی نیستم، اهل حساب کتاب نیستم، پولای خودم هم بلد نیستم بشمرم، برابر این وقتی این حرف رو میزنم خودم فقط یک پرداخت کننده هستم. اما احزاب سیاسی وجود دارن، احزاب فعال سیاسی وجود دارن، هر کدوم شما یک گرایشاتی به یک گروهی به یک دسته ای دارید. این احزاب سیاسی بیان پلهای ارتباطی به وجود بیارن با ایران، با دانشگاه های ایران، با مناطق مطمئن مقاوم ایران و به اینها پول رسانی کنند و ما مردم هر کدوم به صندوق های متعدد این احزاب، این گروه ها پول برسونیم، 10 دلار، 15 دلار تا 100 دلار، هیچ کدوم ما رو آزاری نمی رسونه. این جمع این پول ها، این آدمی که من در ایرواین مشاهده کردم و آمدم این رو ضبط کردم بر تعداد شهرهای دنیا که امروز ایرانی ها دارن اعتراض میکنن. حالا من توجهم به تمام این 6-7 میلیون مهاجر نیست، حداقل 3 میلیون مهاجری که دلبسته مسائل ایران هستن و اگر قرار است که عده‌ای در ایران از جانشون بگذرن، به قیمت جانشون بیان در خیابان‌ها، شما به قیمت 10 دلار، 15 دلار، 50 دلار، هر چقدر که میتونید در ماه برای نجات وطنتون شرکت کنید. اون کسانی رو که میشناسید، اون کسانی رو که بهشون اعتماد دارید، دستگاه‌های سیاسی، دست راستی ها، میان روها، دست چپی ها، همتون، اگر طرفدارانی دارید
اگر مطمئنید که حرفی بزنید طرفدارانتون میان و به شما کمک میکنن، این کار رو بکنید. بگذارید که مردم حداقل از طریق مالی کمکی بکنن و این جمع این کمک ها که بعد از یک ماه سر از صدها میلیون دلار در میاره میتونه کمک رسانی بکنه به اعتصابیون، اعتصاب برقرار کردن و فلج کردن دستگاه. من به شما بگم همین امروز این صحبت ها به صورت ایدئال در اخبار جسته و گریخته گفته میشه، ولی این عین واقعیته. این یک سری در واقعیت داره که بدنه سپاه، بدنه ارتش، حتی بدنه بسیج نمیتونن در دراز مدت از مردم جدا باشن. اینها نمیتونن در دراز مدت برادرها، پسرعموها، پسرخالهای خودشون رو بکشن. اینها احتیاج به حمایت دارن که بپیوندن به شما. بنابراین دریغ نکنید از اینکه صندوق‌هایی به وجود بیارید و پل ارتباطی با تهران، با شهرستان‌ها به وجود بیارید و مردم رو تقویت کنید و بگذارید که بتونند دست به یک اعتصاب حساس بزنند. اگر چند دستگاه مهم دولتی به این شکل اعتصاب کنند، دولتی باقی نمیمونه. فریاد زدن خط اول کاره. خط دوم و سومش رو دنبال کنیم. من از تمام آقایونی که ادعای رهبری دارند، از تمام آقایونی که سالیان ساله که تحلیل سیاسی میکنند و مدعی هستند که امور ایران رو از همه بهتر میدونند، عاجزانه تقاضا میکنم روی این مسئله فکر کنند. من اولین نفری هستم که مشارکت میکنم و مردم ایران به خصوص ایرانیان ساکن آمریکا، کانادا، اروپا، اینقدر ما اقلیت‌های بسیار موفقی هستیم در این کشورها. اگر این اثر رو نداشته باشیم میخوایم چه فایده داشت؟ فقط فریاد زدن که کافی نیست. فریاد زدن لازمه، شعار دادن لازمه، میتینگ دادن لازمه، این که ما صدامون رو به جهانیان برسونیم لازمه، اما باید کمک کنیم به این انقلاب. این جنبشی که به هفته دومش رسیده دیگه بیایید اسمشو بگذاریم انقلاب، اسمشو بذاریم جهش عمومی مردم، حالا باش هماهنگ شیم، بهش کمک کنیم. چشم امیدمون رو از تمام جناح‌های داخلی وابسته به حکومت باید ببندیم. وقتی یک اصلاح طلب میگه که بیایید داستان حجاب رو برداریم، نمیدونم گشت ارشاد رو جمع کنیم که صدا بخوابه، معلومه که این آدم دردهای جامعه رو نمیدونه، معلومه که این نمیتونه خدمتی به کسی بکنه. از این امامزاده دیگه معجزه‌ای بر نمیاد. ما جناح‌های داخلی حکومت رو باید هر دو رو یکسان به دور بیاندازیم و میباید که همینطور که زنان ایرانی ابتکار عمل به دست گرفتن، زنان ایرانی، این دخترهایی که روسری‌هاشون رو در آتش انداختند و با هر روسری که در آتش افتاد یک شجاعتی بود که در جامعه ایران شعله بر شد، مرتب شجاعت به شجاعت افزوده شد، شهامت به شهامت افزوده شد. این کارها به قیمت جان داره اونجا انجام میشه. شما به قیمت مال، به قیمت اندکی مال به این انقلاب کمک کنید. این انقلاب اگر پشتوانه مالی داشته باشه و بتونه دست به اعتصابات بزرگی بزنه، کارخانجات بزرگ، ادارات بزرگ رو به تعطیلی بکشونه، به دو ماه نمیکشه. حالا من این حرف رو گفتم و خطابم هم به همه رهبران گروه‌های سیاسی بود.
همه و همه، از راست راست تا چپ چپ تا میانه، هر کسی هر چقدر که میتونه وسعت عمل داره. آقایونی که ادعا دارید که ما 50% 60% آرای مردم رو داریم، وسط بیایید، از اون 50-60% آرا بخواید که کمک کنم بهتون. خیلی ساده است، پا به میدان باید گذاشت. نمیشه نشست و شعار داد، با شعار کار پیش نمیره، آغاز میشه اما تمام نمیشه. ما این صحنه ها رو در برلین، هامبورگ، پاریس، کانادا، کجا این آمریکا دیدیم. احسنت. اما همین جمعیت اگر فقط نفری 10-20 دلار در ماه هزینه انقلاب رو پرداخت بکنند، این انقلاب سر پا میسته، تقویت میشه و میتونه به نتیجه برسه. دریغ از اندکی اعتماد. میدانم که بی‌اعتمادی ما رو در خودش غرق کرده. میدونم که ما ایرانی ها به همدیگه اعتماد نداریم، اما در این مقطع تاریخی به اعتقاد من روزنه اعتماد گشادتر و گشادتر میشه. الان در ایران کسانی هستند که اگر جان میگذارند از مال دریغ نخواهند. من عرضم رو تموم میکنم، رشته سخن رو میسپارم به آقای دکتر که شرحی بده از یکی از زنان ایران که چقدر در جامعه ایرانی مصور به ثمر بوده. و بریم جلو. فعلا شب روز همه خوش باشه.